دکتر نجیب در نامه به احمد شاه مسعود. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی برز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. به نقل از صفحه رسمی رهروان مسعود، دکتر نجیب در نامه به احمد شاه مسعود: من درباره تقوا، آزادگی، مردانگی و میهن پرستی شما زیاد شنیده ام. اگر براستی چنین است، می خواهم افتخار میزبانی شما با هیئت همراهتان را برای باز نمودن درب گفتگوهای سال داشته باشم، تا توانسته باشیم در پیشرفت و ترقی کشور به گونه مشترک سهم بگیریم. پاسخ احمد شاه مسعود به دکتر نجیب: ما هر گونه گفتگو را نسبت به جنگ و خونریزی در کشور ترجیح می دهیم و برای آن آمادگی کامل داریم، اما لازم می دانم که درباره صداقت و حسن نیت شما به خاطر چگونگی آمدن ما به کابل و گفتگوهای صلح روشن تر بدانیم، زیرا ما گواه سوی نیت و قرآن شکنی در تاریخ بوده ایم. چه ضمانتی وجود دارد که رفتاری همانند نادرخان صورت نمی گیرد و قرآن پایمال نمی شود؟ نجیب پس از خواندنش این نامه به سوی مقامات کنارش سر تکان داده و می گوید: سخنان آقای مسعود اشاره به جنایات دینی سیاسی هست که نادرخان انجام داده است. حالا بالاتر است، قرآن ضمانتی وجود ندارد که برای آنها پیش کنم، به خاطر که جنایت و قرآن شکنی نادرخان همچو یک لکه ننگ در تاریخ افغانستان باقی مانده است که باعث بی‌اعتمادی میان اقوام و سد راه صلح در کشور گردیده است. در عین حال، به نقل از صفحه رسمی گزارشنامه افغانستان، والی پنشیر هم صنفی اشرف غنی در کمپانی یونیکال است. پنشیر در معرض رخنه و خطرات درونی قرار گرفته است. طبق گزارش به دست آمده، والی مورد حمایت دکتر عبدالله در ولایت پنشیر از 30 سال به این سو معاش خور شبکه آسیایی کمپانی یونیکال بوده است. کمال سالیان متمادی در پشاور در دفتر یونیکال و اداره های امریکایی مشغول به کار بود و از سالها تا کنون سرگرم تطبیق برنامه های یونیکال در پنشیر است. اشرف غنی عضو بخش افغانستان در کمپانی یونیکال که اسم برنامه هش اکنون توپی است، از انجینیر کمال حمایت می کند. از کمالات انجینیر کمال یکی هم این است که اواخر هر سال بودجه انکشافی ولایت پنشیر را بدون یک روپیه مصرف دوباره با وزارت مالیه برگشت می دهد و از این ناحیه ارک را روزی نگه می دارد. کمال در پنشیر ماموریت خطرناکی را پیش برده و در حالی که مردم پنشیر به توصیه کشاورزی، آبرسانی، اعمار پایه‌های برق و ده‌ها مورد دیگر نیازمند می باشند، این عامل خارجی هزینه ملی را دوباره به کابل برگشت می دهد. در عین حال، چرا از احمد مسعود ترسیده اند؟ چرا جنایات و خطرات هول آور از سوی طالبان را فراموش کرده؟
و همه با دهان باز به سوی احمد مسعود دور خورده اند. طالب و تروریسم زندگی را بر همه حرام کرده و وظیفه مردم و اقارب و بستگان کسانی که بر آجندای نظامی احمد مسعود می تازند فقط بردن تابوت است. احمد مسعود جنگ در برابر جنگ را شعار داد، مگر کرزی و غنی 20 سال از شعار صلح و دادن امتیازات نجومی به حراس افغانان چیزی به دست آورده، مگر راه دیگری هست؟ طالب را با ضربات ضد طالبی می توان استخوان شکن کرد، ورنه راه تسلیم برای همه باز هست. بروند تحت شریعت طالبی زندگی کنند. علت عینی ظهور احمد مسعود این بود که کارت به استخوان همه رسیده. ترور پیرامقال پیام ارگ به احمد مسعود بود. چرا فرمانده پیرامقال زیایی ترور شد؟ عارف منصوری اگر از پیام های کلیشه‌ای و تسلیت نامه های مد روز بگذاریم، من ترور این فرمانده با سابقه مردمدار و مطرح جهادی جمعیت را در منطقه مرزی ولایت تخار با آسیای میانه منبس از دو انگیزه می دانم. یکی از موارد غیر علنی توافقات امریکا با طالبان در دوحه بدبستانی هست که در صورت محقق شدن این تفاهم‌نامه و آوردن طالبان در ساختار قدرت، آنها زمینه تحرکات خلالگرانه را به آن سوی مرزهای افغانستان در جهت منافع بلند مدت آمریکا مساعد خواهند ساخت که حضور چینی فرماندهانی به دلیل تعلقات تنظیمی و عملکرد استخباراتی روزها در شمال کشور وسط مانع در اجرای کردن چنین اقدامات خواهد بود که باید پیشاپیش برداشته شوند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.